اثری بود در کربلا به نام مرتقا که در ایام عاشورا شمر می‌شد. بعدن اصفهان آمد و در اصفهان طوف کرد. نقل کردن در عالم رؤیا دیدنش. گفتن ماذا صنعوا بک؟ گفت وقتی منو در قبر قرار دادن ساعت خیلی مشکل، همون ساعت اول که آدم باید حساب کرد. ماذا صنعت یه حیاته؟ یکی رو مرکر آمدن سؤال و من رب و من نبی و من امامک. یک دفعه گفتن که سید الشهدا دارن میان صلوات الله علیه. سید الشهدا آمدن و مضمون قضیه اشاره کردن به نکیر و مرکر که قهاشون و گفتن به من دوست دارم همون کاری که در ایام محرم انجام میدادی در مقابل چشم من انجام بدی. گفتم یا ابا عبدالله این برنامه عصد میخواد، خیمه میخواد، یک صحنه بزرگ میخواد. سید الشهدا امر فرمودن که بیان. ملائکه رفتن، عصد آوردن، خیمه نصب کردن، یک فضای بزرگ آماده کردن. گفتن همون کاری که در عالم بیداری انجام میدادی در عالم آخرت انجام میدادی. خب منم سوار شدم و سوار اسبم و آتش گرفتم و حمله به خیمه ها کردم. در این اثنا یک نگاهی کردم به چهره سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، دیدم اشک از چشمانشون سرازیر. خب برنامه تمام شد و سید الشهدا گفتن که انتها و به من قصر و باغ و نعمت دادن و الان به برکت سید الشهدا متنعمم. اگر اونجا رفتیم می فهمیم قدر این کارا رو. یک در خانه ها هر کی میتوانه مجلسی برای عزا و سوگواری اقامه بود. خیلی برکت داشت. یک نفری در کویت بود برنامه اقامه کرد. یه مرد پسرش برای من نقل کرد برکاتی دید این پیرمرد که وصیت کرد این خانه کل خانش وقف سید الشهدا باشد. کل خانه فقط گفت مادامی که زنم در قید حیاته باشه در این خانه، بعد وفاتم وقف قلب بشه، وقف کامل بشه. خودش برکات را دید و لمس. یک دو مشارکت با ابا عبدالله، خود جد امی بند در برنامه ورشکست شد، قضیه مفصلی دارد. خطاب کرد به سید الشهدا که اگر من از این مشکل نجات پیدا کردم با شما شریکم، 20%، 30%، و از مشکله به طور معجزه آسان نجات پیدا کرد. قضیهش مرخصه مشارکت. یکی از اولاد دو تا سه تا خادم سید الشهدا قرار بود. این افتخار برای یک خانواده که یک فرزندشون خادم سید الشهدا. و رابعا هر خدمتی که از ما میاد انجام بدیم. اینا همش ذخیرت لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون.
الا من اتى الله بقلب سليم.